پس از اینکه تهران جنبه پایتخت پیدا کرد در زمان آقا محمد خان قاجار، در زمان فتحعلی شاه این شهر شروع کرد به رشد کردن و چون پایتخت شده بود از اقصا نقاط ایران گروه های می آمدن و در اینجا مسکن پیدا می کردن و این ناحیه رو به نام اسم خودشون می اون ناحیه که زندگی می کردن مثل محله عرب ها، محله قرقونی ها. روستای تهران دارای 12 محله بوده و این 12 محله اتفاقا با هم هم اختلافات داشتن. یه تمیل این 12 محله متعلق به 12 قوم و فامیل هم بوده. این ادامه داشته تا دوران صفویه. دوران صفویه که در سال 961 برج و بارو رو میکشن دور تهران و تهران رو به حالت شهر در میارن، این محله ها گسترش پیدا میکنن و اندک اندک در هم ادغام میشن، به طوری که در دوره قاجاریه 12 محله تبدیل میشه به 5 محله. مثلا یکیش محله چاله میدونه، یکیش محله سنگرجه، یکیش محله اودلاجانه، یکی محله بازاره و یکم محله ارک سلطنتی و اینها بوده. محدوده اودلاجان رو ما میتونیم از شمال به خیابان امام خمینی و خیابان امیرکبیر و چراغ برق کنونی قلمداد بکنیم، از طرف شرق که تا خیابان ری کنونی رو در بر میگرفته و از غرب هم محدود میشده به محله دولت که در واقع ارگ سلطنتی در اونجا بوده و امروزه خیابان ناصر خسرو مرز غربی اودلاجان بوده. مرز جنوبی اودلاجان مورد مناقشه است بین تهران پژوهان. در نقشه کرشیش و در نقشه عبدالغفار از جنوب شرق محله اودلاجان، در واقع از شمال محله باغ پسته بنگ آغاز می شده، یعنی جایی که گذر حمام نواب هست. اودلاجان قدیمی ترین محله بوده، حتی بازارم به نظر من بعد از اودلاجانه، ولی که این بازار تهران در زمان فتحعلی شاه که تازه پایتخت شده بود عمق پیدا کرد. تهران آب نداشت، برق نداشت، آب جوب مصرف می‌کردن. برق نبود، شب چراغ تلفن روشن می‌کردیم. نون می‌دادیم دو دور، من سنگکی داشتم. یخچال مال کیه؟ خیلی قدیمی ها. 80 سال. کلمه اودلاجان رو دوری قاجاریه با عین می‌نویسن. اول بار علامه محمد غزینی میگه که آقا این اودلاجان نیست، این اودلاجان بوده. او تمام دهاتی های دوربر تهران رو خیلی جاهای دیگه هم به آب میگن او. لاجیدن به معنی پخش کردنه. الف و نون آخرم به معنی اسم مکانه. بعد اودلاجان یعنی محل پخش آب. این آبی که می آمده، چشمایی که می آمده در اودلاجان، اینا می آمدن نهربندی می کردن به همه محلات تهران آب می رسوندن. اون محله رو خودش گفتن اودلاجان یا اودلاجان.
محله اودلاجان به این بزرگی که امروز ما میبینیم یا در دور تاریخ قاجار میبینیم نبوده. یه محله بوده بیشترش باغ بوده و احتمالا زمین های کشاورزی و بایر که میامدن اون زمین ها رو میخریدن، اون باغ ها رو تبدیل میکردن به خونه. در محله اودلاجان دو چشمه آفتابی میشده به نام سرچشمه بالا و سرچشمه پایین. میتونیم بگیم که محله اودلاجان خصوصا سرچشمه یکی از کهن‌ترین محله های مسکونی شهر تهران بوده از دیرباز. یه حسی هم که این محله اودلاجان داشته امامزاده یحیی اونجا بوده و مردم همیشه نسبت به امامزاده یحیی مردم تهران احترام میذاشتند و میآمدن زیارت و میرفتن. به همین دلیل از این طرف هم یک اهمیتی بود در جمع پیدا میکنه. کلیمیان که در اودلاجان قرار داره، خب کلیمی یه دینه، یه قومیتیه. اینا در ایران باشن با مسلمان ها و ایرانی ها فرق دارن، در مصر باشن با عرب ها فرق دارن، در اروپا هم که باشن با مسیحی ها فرق دارن. یعنی بالاخره یه نوع ایدانتیته برای خودشون دارن. ولی اون چیزی که در ایران هست و ممتازه اینی که به هیچ وجه شباهتی بین گتوهای اروپایی و محله یهودیان ایران وجود نداره. یعنی گتوها در اروپا محله اختصاصی زندگی یهودی ها بوده که از اوائل قرن 19 هم شروع میشه در لهستان، در روسیه، بعدها در آلمان یه محله رو محصور میکردن. این محله همهشون سکنه یهودی بودن، کسبه یهودی بودن، ارتباطی با خارج البته میتونستن برن بیرون برگردن، ولی به هر حال اینجا یه محله بسته بوده، حصارهای مشخصی داشته. ولی محله کلیمی اصلا اینطوری نبود. اینو میخوام بگم این شکل یهودی ستیزی که در اروپا معنی تئوری و نجات پرستانه داشته در این کشور ما و مشخصا در محله کلیمیان این مفهوم نجات پرستی نداشته. اینه که گاهی اوقات این خارجی ها یا بعضی از این کسانی که تاریخ نمیشناسن بی جهت اسم محله یهودی ها رو میگن گتو. گتو نبوده، کاملا باید گفت محله، به لاتینیش هم میشه کارتیه. ولی که در حالی که به مرکز اودلاجان جلب شدن از دوره قاجار میگم، از شاید این بوده که احساس امنیت میگردن در اینجا. فتحعلی شاه 4-5 تا از خانمهاش یهودی بودن. اینی که یه مقدار دربار و حکومت اصلا طرفداری میکرده از اینا، حمایت میکرده از اینا. ما توی محله اون وقت جوان بودیم دیگه، طبق روالی که هنوز هم وجود داره بالاخره بچه های محل با هم بازی میکردن. اینا هیچ وقت اینطوری نبود که حالا مثلا فصل میتوند فصل کوچهی که بازی میکردیم مسجد حوز. خب ما اونجا ساکن اونجا بودیم، ولی اصلا که جمع شدیم با هم دیگه والی بال بازی میکردیم از مدرسه که میمدیم، خب بچه مسلمان هم با هم بودن. ببینید یه درک متفاوت بودن بین مسلمان و یهودی و مسلمان و غیر مسلمان وجود داشت و داره، ولی این به یک نابسامانی و تعدیه یعنی یه چیز قبول شده است دیگه. محله کلیمی ها همونطور کلیمی ها توی زندگی میکردن و میکنن، مسلمان ها خونه داشتن و نه در و دروازه بوده، کسبه یهودی هم تو اودلاجان مرکزی بودن محله کلیمی ها. مثلا یه خواهام یهودی فوت میکرده
مسلمونا برای تسلیت میرفتن و اگر یه آیت الله یا یه شخصیت مسلمان فوت میکرده یهودی ها میمادن برای اون. حتی در ماه محرم یهودی ها هم لباس سیاه میپوشیدن، خونه شون پرچمای سیاه میزدن، عزاداری میکردن. و حتی روایت دقیق ما داریم که اینها میرفتن رو پشتبون یهودی ها وقتی دسته های سینی زنی از کوچه ها میرفتن، اینها از بالا گلاب میریختن سر اینها، یعنی احترام همدیگه رو داشتن. پای گلچینم به گلشن باز شد، پای گلچینم به گلشن باز شد، تا تو رفتی چشم دشمن شور شد، تا تو رفتی چشم دشمن شور شد، گفت سوقاتی ما هم جور شد. نا کسی چکمه به پا خنجر به دست، نا کسی چکمه به پا خنجر به دست، آمد و بسینه آقا نشست، آمد و بسینه آقا. یهودی ها گوشت ذبح اسلامی رو نمیخوردن، همطوری که ما ذبح اونا رو نمیخوردیم. یه چند تا مغازه داشتن اونجا که اون مغازه مرغ‌کشی بود، مغازه قصابی خودشون بود، میکشتن میآوردن. یه حموم هم داشتن تو خیابون مصطفی خمینی جنب بیمارستان سپهر فعلی، برای نظافت این چیزا از اون حموم استفاده میکردن. از ساله 20 یا 24 یکی از مردم خیر کلیمی به نام سلیمان سنه، یه امام بسیار شیف و قشنگی میشه، تعداد زیادی نمره داره، این امام هنوز وجود داره، البته دیگه استفاده نمیشه ازش، و عمومی هم داشت، دوتا عمومی زنانه و مردانه که داره، هنوز هم شکل داره ولی استفاده نمیشه، چون هنوز امام نمره هم در واقع جای دیگه هم نیومده. این اون مشغله ها این مسلمان بوده، یعنی قصابی داشتن، بقالی داشتن، یه نوع مشغله اصلا نداشتن. مثلا هیچ وقت یهودی ها نجاری و آهنگری و ریختگری و این چیزها اهلش نبودن. یه نوع مشغله داشتن که بیشتر یهودی ها بودن و اون بنگاه شادمانی، مثلا عروسی میخواستن بکنن، مطرب میخواستن، دو نمیدونم مجلس آرا میخواستن، اینا یهودی بود. موسیقی در واقع حرفه بوده که جامعه یهودی رو مخصوصا با دربار ارتباط میداده، با حکومت ارتباط میداده، و از بین اینها خب مردان بزرگی از زمینه موسیقی هم بیرون مثل مرتضی خان نیداوود که شاید مثلا بعد از درویش خان هیچ نامی بزرگتر از نیداوود نیستش در تنظیم ردیف های موسیقی ایرانی، شناخت موسیقی ایرانی. و بعد حتی زنان یهودی هستن که معمولا زنهای مسلمان نمی رفتن آواز بخونن، آواز خونه آواز داشتن، آواز خونه زن داشتن که می رفتن تو دروازه آواز می خوندن. یه عده هم بودن اهل علم و دانش بودن، خاخام یعنی حکیم دانشمند، اینا مربیان دین بودن برای یهودی ها. البته چیز خوب برای عبادت معمولشون نیاز داشتن کلیساها بوده دیگه. خب طبعا کلیساها تا بیاد نوجد که بیان کلیساها ساخته میشه. اصولا کلیسا سازی به این سادگی هم نبود، یعنی اجازه ساختن کلیسا نمیدادن، بیشتر خونه ها رو تبدیل به کلیسا میکردن. شما مثلا همین کلیسای عزیز یعقوب که الان مهمترین کلیسای بازمانده از اون دورانه،
با بیش از صد و یا پنجه شهست سال قدم این خونه بوده، خونه مسکونیش بوده، یه اتاقش هم میکرده کنیسه. ولی به همون اواخر یعنی بعد از انقلاب مشروطیت یه مقدار فضا باز میشه و اونجاست که دیگه کنیسه‌سازی شروع میشه. یهودی‌ها یه چیز داشت میگفتن چال، خود یهودی‌ها میگفتن سرچال. اونجا تو اون سرچال آشغال و سگ و گربه و هر چی که مرده و فلان اینا میریختن اونجا. بعد این دولابی‌ها میامدن با الاغ و فلان اینا آشغال رو جمع میکردن میبردن اونجا کودیش میایی میکردن. خب اینا همیشه پشه و مگس و اینا هم در اونجا زیاد یه بیماری های خاصی در اونجا پیدا می شد. حموم و اینا هم که زیاد نمی رفتن، نه مسلمان هاش نه یهودی هاش، شپیش و تیپوس و این حرف هم بود. و یه یهودی خوشنامی به اسم دکتر سفیر اونجا میاد و با مبارزه میکنه با تیپوس که هم مسلمان های گرفت بودن و هم یهودی ها گرفت بودن و در این راه خودش تلف میشه، از بین میره، تیفوز میمیره، ولی این خدمت رو میکنه. الان بیمارستانش هم اونجا هست، بیمارستان صفیه. بیمارستان صفیه در جریان جنگ‌های تحمیلی خدمت خیلی زیاد بود، تا اون در توانش واقعا بیش از توانش به خدمت کرده، مخصوصا در زمان جنگ بارها هم مورد تشویق قرار گرفته. حتی خود از امام یه باری دسته گلی فرستاد بیمارستانو به دلیل اعتبار قبلی که داشتی جامعه یهودی و پزشکان یهودی، بیمارستان مورد قبول بسیاری از مسلمانان قرار میگیره. الان خیلی هستن که مثلا حتی مثلا زایمانهای زنهاشون رو فقط در بیمارستان دکتر سفیر میکنن، یعنی نسل به نسل. نهضت مشروطیت وقتی شروع شد، تمام عدالت خواهان و روشنفکران، اهم از روشنفکران مذهبی یا روشنفکرانی که فارغ التحصیل مدرسه علوم سیاسی بودن یا فارغ التحصیل دارالعلوم بودن، اینا هم مشروط خواه میشن. اقلیت های مذهبی هم مشروط خواه میشن. علاوه بر اون مسلمان ها هم کوشش میکردن که به یهودی ها و به مسیحی ها و به زرتشتی ها توجه بدن که آقا مشروطه به نفع شماست. حتی روایت است که مرحوم سید جمال الدین اصفهانی، پدر جمالزاده نویسنده مشهور، اون اومده در محله یهودی ها منبر رفته و تشویقش میکرده به مشروطه خواهی. با وجود این محله هم نزدیک مجلس بوده، نزدیک اون مسجد معمارباشی اینا بوده، هیچ گونه آسیبی به یهودی ها وارد نشده. و عجیبه، استبداد طلبان هم هیچ گونه اهانتی به یهودی ها در اون مورد نکردن. مشروطه ها هم که همیشه طرفدار این بوده. مثلا موسی حییم یه یهودی بوده، دموکرات، آزادی خواه، و از ارتباط با مرحوم مدرس هم در رابطه بوده. یعنی دین مانع این نبوده که در جنبش‌های ملی اینا شرکت نکنند. نخستین شهید جنبش مشروطه طلبه‌ای بوده به نام عبدالحمید که در مدرسه معمارباشی واقع در محله اودلاجان درس می‌خونده و حجره‌ای داشته. شهادت این طلبه جوان رو یکی از اصلی ترین شروع جنبش مشروطه در شهر تهران میدونن. یک کوچه هست که شمال امامزاده یحیی است که وارد میشین، یه مدرسه بزرگ، یه مدرسه معمارباشی ثانی‌الملک بهش میگن. طرز ساختمونش با استیل ساختمونهای دیگه کاملا فرق داره. در مشروطیت این مدرسه
نقشی داشت که برای اینکه در اونجا یه طلبه ای رو کشتن و سر صدا بلند شد. تیزا که تمام اینا نزدیک به سرفولک بود که منزل سید عبدالله بهبهانی بود که از پایه‌گذاران مشروطه ایران بود. محلی که در سابق میگفتن اودلاجان با محلی که الان میگن اودلاجان یک کمی فرق داره، به دلیل این خیابانبندی هایی که دوره پهلوی انجام شد. ببینید، یک خیابان کشیدن به اسم خیابان سیروس، از سرای امین نزور این خیابان رو کشیدن تا میدان امین سلطان. این خیابان یه مقدار زیادی اودلاجان رو به دو بخش تقسیم کرد، یعنی اونور خیابون شد اودلاجان شرقی که الان دیگه اودلاجان بهش شاید نگن، این طرفش میگن اودلاجان. یه کوچه ای هم بوده، کوچه معتبری هم بوده که پامنار بهش میگفتن. این پامنار هم در دوره محمد رضا شاه اومدن تبدیلش کردن به خیابان. به نتیجه اودلاجان غربی هم باز به دو بخش تقسیم شد. درباره اینکه با محله های قدیمی تهران چه کار باید کرد، بین متولیان شهر تهران نظریه های مختلفی وجود داره. از اینکه اصلا اینجا رو ما تخریب بکنیم و از نو بسازیم به خاطر بافت فرسوده ای که داره، یا اینکه اونها رو بخوایم بازسازی بکنیم و نگه بداریم، یا اینکه نه اصلا ارزشی نداره و به حال خودش بخوایم ما رها بکنیم، این صحبت ها هست، وجود داره. ولی چیزی که مهمه اینه که این محله های قدیمی تهران در واقع هسته اصلی شکل‌گیری شهر تهران بودن و هویت و شناسنامه شهر تهران از لحاظ فرهنگی به شمار می رن. و اما این اودلاجان ثبت ملی شده و توش دخل و تصرفی نباید کرد و به عقیده من باید اودلاجان رو به عنوان یک محله تاریخی اجتماعی ایران حفظش کرد، مرمتش کرد و زنده نگه داشت.